آخه ماشالله قربون اون قدمت که خیلی سبکه. شما لطف دارید ولی مگه اینجا همیشه اینقدر شلوغ نمیشه؟ شلوغی حال هوای امشب به خاطر وجود شماست. ما به شکل خدا تنها نیستیم، یه پشت پیدا کردیم. یادت دیشب بگفتی یه دست دا نداره؟ بله دیشب یه جور دیگه هم فکر میکرد، بعد هم یه جور دیگه فکر میکرد. دیشب هیچ کسا نداشته ولی امشب شما رو دارم. دیشب هم خدا رو داشتی، امشب هم همونو داری، همین بندگان خوشحال سرحال خدا رو. آره بر رحمتش هم غافل نشو. آرحمان بفرمون. چرا چیزی نمیگی؟ هیچی که خیلی کمه، لااقل یه چیزی بهتره. بگو تو از سر زبونت نیفتاده. بگو جونم. میگم آم این نگهبان محل یه جوراییه. چی؟ قزنفر؟ تفلک مرد خیلی خوبیه، این حرفه چیه؟ شما که همه رو خوب میبینی ولی انگار زیاد از من خوشش نمیاد. قزنفر؟ نه بابا، اون شبگرد این محله است، آدم خیلی ساده دلیه، همه میشناسنش. ما وقتی که اومدیم اینجا اونجا کار میکرده. برای جا ببین دو چایی بزه سرمو میز، بیا تا بقیه داستان رو بسید تعریف کنم. برو جونم. چشم. برو درمه. چشم. برو قربونه. یه علی. آقا رحمان. این آقا قزنفر همیشه اینقدر به همه مشکوکه؟ راستش بخوای نه، از وقتی که آقا رضا واسه ادامه درس روزنامه نگاریش اومد تهرون و یه اتاق اجاره کرد، این دوتا با هم آشنا شدن. و رضا و قزنفر؟ آره مثل در و تخته با هم جور شد. این آقا رضا حکایت نویسه، دنبال حادثه یا اتفاقی واسه قصه هاش میگرد. یا آقا قزنفرم که اینجا میگرده که گهگوداری اگه آدم ناباب اینجا پیدا شد. ناباب یا غریبه؟ آفره انگوش کداشتی رو نقطه حساس. از نظر این آقا قزنفر هر غریبه این نابابه. نه جونه، از نظر آقا رضا هر غریبه این نابابه. آره ای آقا قزنفرم دلش میخواد بشه کاراگاه قزنفر و از اینجاست که قصه شروع میشه. آره دیگه.
سلام غزنفر توی چی فکر کردی صدفه کلومبا؟ غزنفر هم دیگه غزنفر بودو بیو تو به جایی حساس قصه رسیدیم بودو چتی؟ آره خوب برای من بذاشت بول نشه برای ببین غزنفر چی شده قصد خب ببین سارق خطرناک پس از این که مرتکب به قتل می شود قتل این قصه هم قتل داره در راه فرار از قتل به یک قهوه خانه می رسن در قهوه خونه؟ قهوه خونه چیزه چیه؟ قهوه خونه چی؟ آها قهوه خونه چی؟ یعنی پیش پا افتاده است آره آره بس یه جایی مهمتر میدونی یه جایی بزرگتر یه جا مثل هتل خوبه هتل آها هتل آها پس هتل پس میشه نه نه سار هتل هم چیزه چیزه اینا یه هتل یه هتل چیز یه هتل مجلل ها آها مجلل داره پس جمله اینجوری میشه که ببین چیز کاروانسرا و مهمانسرا نه پس چی هتل گون خیلی مجلل هتل خیلی مجلل دیگه قابل قبوله آره پس میشه سارق پس از اینکه مرتکب به قتل میشود در راه فرار از قتل به یک چی میره هتل خیلی مجلل بله به یک هتل خیلی مجلل میرسد حالا اینجاشو گوش کن غزنفر اینجاش خیلی خوب شده تصمیم میگیرد صاحب هتل خیلی مجلل را به قتل برساند و آقا رحمانه ها آقا رحمان کیه؟ غزنفر آقا رحمان خود نه ما کاری به آقا رحمان نداریم ببین غزنفر شخصیتی که من خلق میکنم به عنوان نویسنده این آدم ها زایده فکر، ذهن و استعداد من هستن اسم نبرم آقا رحمان همه میفهمن خیلی خوب خیلی خوب باشه؟ باشه دیگه اسم آقا رحمان رو نمیارم آفره ولی من چی؟ من غزنفر غزنفر به تو هم میرسم من چی کنم؟ غزنفر نه کاراگاه غزنفر کاراگاه غزنفر تو شخصیت اصلی قصه منی در واقع تو گره رو درست میکنی تو گره رو باز میکنی تو آخه چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ یعنی تو منکر پلیتیکای من میشی؟ پلیتیک؟ بله، شناسایی دزده کی میتونست اونطور مشکوکانه اون یارو رو نگاه بکنه آن؟ بعدش هم شک بکنه که یارو همون دزده است بله هیچکی نمیتونست حتی من که نویسنده قهارم نمیتونستم از یه آدم بدبخت بیچاره یه دزد و سارق بسازم چی؟ تو هم به این یارو میگی بدبخت بیچاره؟ تو هم مثل آقا رحمان حرفای این پسره رو باور کردی آره؟ غزنفر ببین غزنفر کاراگاه غزنفر ببین من میگم من یعنی فکر میکنم این پسره همین سارق و قاتل خطرناک نه سارق نه این پسره که یه خوردم قاطی داره همین که صاحب هتل رو کشته نه این پسره که پیش مشر امان کار میکنه ما قرار نشد که اسم کسی رو نبریم غزنفر تو قصه بیا بیرون خواهش میکنم ببین من این پسره رو میگم پسره که پیش دخل مشر امان وایساده چی؟ دخل؟ گفتی دخل؟ مشر امان کجاست؟ نکنه کار خودشو کرده باشه ببین غزنفر من مشغول نوشتن قصه ها میشم تو هم برو تو قهوه خونه دزدا رو دستگیر کنی اینجوری بهتر خب بعد برات تعریف میکنم غلط نکنم این دو نفر هم دستش بلا سرقت هتل مجلل که دست تنها نمیشه
مجلل. داریم برای کنکور آماده میشین؟ بله. چقدر میشه؟ همه رو. آقا. بله. دو تا چایی. چقدر میشه؟ ببخشید. 50 تومان. من اصلا. اجازه نه حساب میکنم آقا. ببخشید. هر کسی اگه بخواد میتونه تو کنکور شرکت کنه. شما که حتما دیپلم دارید نه؟ بله. عرض کردم دیپلم. دارید که؟ دیپلم؟ خب شاید هنوز نتیجهشو نگرفته. به هر حال هیچ وقت برای این کار دیر نیست. آدم ممکنه تو زندگیش یه مرتبه به این نتیجه برسه که راهشو بخواد تغییر بده. خب راست میگه. هیچ وقت برای این کار دیر نیست. یه آن فکر رو با زندگی، اصلا میتونی زندگی تو از این رو به اون رو کنی، فقط باز فکر کنی، فکر، همین. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. خجالت بکش، من الان 2 ساعته که اینجا دارم زاخسیاتو چوب میزنم، تا چشم آقا رحمان دیور دیدی، پریدی دخل رو بزنی؟ چی میگی پدر جون؟ مگه این آقا اینجا کار نمیکنه؟ کار میکنه؟ من الان چندین و چند ساله که تو این محله شب گردم. جوونی به زبلی این ندیدم. خجالت بکش. من دیدم رفتار این آقا وقتی ما رو دید یه جوری عجیب بودا. آره. وقتی ما اومدیم نشستیم اینجا واسه اینکه بهش شک نکنیم وانمود کرد که اینجا کار میکنه. همین خودش. خجالت بکش. خودتون رو به مشمردگی نزنید. خیال کردید که میتونید منو گول بزنید ها؟ شما همتون همدستین. چه همدستی بابا؟ دانشجویین. چی؟ ها؟ جلو نیا. آدم که بی خودی به مردم افترا نمیزنه. چی میگی؟ راست میگی آقا. چی رو راست میگی؟ تا چطور تا حالا با من موافق بودین؟ میگفتین که وانمود کرده که شاگرد مغازه است. حالا که لو رفته با اون موافق شدین؟ آره. آقا ما اصلا این آقا رو نمیشناسیم. نمیشناسین؟ نه. همین خود شماها اون رو تشویق به دزدی کردین. همین خود تو اگه نبودی که میگفتی فکر کن. تو میگفتی تصمیم بگیر. تو اینم که بیچاره دست و پاش میلرزید پای دقیقه خواست پوله رو ورداره میگفت نمیدونم واقعا چی کار کنم. پیش خب حالا فهمیدم. شما حرفای ما رو شنیدین و اونجور که دلتون میخواست برداشت کردین با یه تفاوت ناچیز.
موضوعی صحبت رو یا نشنیدین یا اینکه نخواستین بشنوید. چی میگی؟ من مزنون رو از سه فرسخی بو بکشم میشناسم. همیشه میگم جرم و قبل از اینکه رخ بده باید جلوشو گرفت. فهمیدی؟ من از اولش هم بوی جرم به مشامم خورده بود. از همون دور هواتونو داشتم. بعد کم کم بهتون نزدیک شدم. اینجوری. اون وقت از لای درخت زاغزیاتونو چوب زدم. بعد به حرفاتون گوش کردم. اینطوری. همینطور ساکت بودم. شما فهمیدین من ساکت بودم؟ نه خیر. نفهمیدین. میدونی من درسته من مثل شماها جوان نیستم. ولی این گوشام مثل پلنگ تیزه. بعد صبر کردم. صبر کردم. همینطور نگاهتون میکردم. بعد که دیدم حرفاتون بودار شد، اون وقت شروع کردم مثل مار خزیدن. شما و میدین من خزیدم؟ نخیر. نفهمیدین. من خواستم مجرم رو در حین ارتکاب جرم دستگیر کنم که نتونه هاشا کنه. بنابراین شما نمیتونید هاشا بکنید. اگه هاشا بکنی جرمت سنگین تر میشه. تو به خاطر اینکه هم دست بودی یه سال میگیری. تو به خاطر اینکه نقشه کشیدی و این بیچاره رو تشویق به دزدی کردی 4 سال میگیری. اما تو به خاطر اینکه دستات میلرزید و دخل این بیچاره مش رحمان رو زدی، اینطورم داری به من ذل نگاه میکنی، به 4 سال حبس ابد محکومی. اشتباه نمیکنی؟ اشتباه؟ من؟ تو اصلا اسم غضنفر رو شنیدی؟ بله. آقا رحمان اسمتونو به من گفته. آها. ولی آخه؟ آخه چی؟ ولی آخه چی؟ تو باید مطالعه داشته باشی. آدم تو هر کاری باید مطالعه داشته باشه. حتی دزدی. اگه مطالعه کرده بودی میفهمیدی که تو این ناحیه همه چیز زیر دست مشق غضنفر امن و امانه. آره. قصه های آقا رضا رو باید میخوندین که هر هفته توی مجله مرد و زندگی، یعنی من، منتشر میشه. نخند. آقا رضا؟ آره آقا رضا رو مگه میشناسی؟ بله. آقا رحمان از ایشون هم واسم تعریف کردن و قصه هاشون. پس تو ماجراهای کاراگاه غضنفر رو میدونی؟ باید قصه هاشو بخونی. باید بدونی که وقتی دزده زد به جواهر فروشی اینجوری. جواهرها رو بلند. این جواهر. جواهر فروشی روبروی هتل. هتل مجلل. فهمیدین؟ وقتی من دزدا رو دیدم پریدم پشت. نه اینجوری نه. از پنجره رفت. سرم شکست. نه، پنجره هتل شکست. بعد وقت شروع کردم به کاراته. تق تق تق. همینطوری کاراته می‌زدم. تق. بعد دزده من شد. آه.
بیا اوز قزم بر ببینم اه. ولی اونجا که نشون میدی آها اتاق آقا رضایی نویسنده نیست؟ نه اینجور وقتا اگه بخوای فکر بکنی اینجا و اونجا کجاست که دزده جست زده و رفته تو کار ما نباید فکر کرد باید سریع اکشن عملشون داد بله آه. ولی چطوری؟ اینجور که پیداست شما وقتی پریدی تو باید میافتدی کف اتاق نه اینکه بیافتی تای اتاق رو سر دزده نه 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 توی کار ما که نباید فکر کرد باید دل و زد به دریا پرید خودش درست میشه آره درسته مثل اتفاق امشب که الان خودش درست میشه چجوری؟ آقا رضا آقا رضا آقا رضا آقا رضا آقا چه داد میزنی تمرکز رو پروندی؟ من نمیری من دارم کار میکنم چیه؟ ببخشید موقع کارتون مزاحم شد یه مشکلی پیش اومده میشه شما یه لحظه تشریف بیاریم بیرون شاید شما بتونی حلش کنی الان تایی قصه تموم میشه میام اجازه بدین شیشه رو نشکن به سلام مشمون به اوز غضنفر اغور بخیر چطوری من؟ سلام آقا رحمت سلام من گفته بودم بهت ثابت میکنم که اشتباه کردی تکلیف اینو روشن کن تکلیفش روشنه میخواد یه مدتی وردست ما باشه که ما بعد یه عمری با خیال راحت پامون انجا بذاریم بیرون و بی دغدغه خاطر سرمون رو بذاریم رو متکامون این شاگرد شما بله آقا رحمان بیا وقتی شاگرد جدید میاری خوب به من بگو چطور مایه؟ آخه نزدیک بود دستگیرش کنم بندازمش حبس چی؟ آقا رحیم ما رو آره دیگه ما اجازه مرخصی داریم آره دیگه ما باید بریم دیر وقت دیر شده باید درس بخونیم کجا کجا این معلوم شده که وردست آقا رحمانه شما هنوز تکلیفتون معلوم نیست آقا این آقا اصلا دستوردار نیست چی شده مگه خب معلومه تا بیگناهی تو ثابت نشه من یکی دستوردار نیستم یا بریم ببینیم یا زنفر ببینم جنه ببینم بگو ببینم قضیه چیه قضیه این آقا رحیم یعنی نه اون دوتا جوون میخواستن آقا رحیم رو اقفالش کنن که دخل تو ورداره دخل ما رو آره رحیم چه خبر آقا الان آقا رضام شهادت چی میگی چی شده والا من چی بگم؟ از کارگاه غضنفر خودت بپرس. سلام آقا رضا. سلام شما خوبی؟ چطوری تو؟ خوبه؟ نوکرتم. سلام دوستم آقا مجید. خوب شما خوب هستی؟ شپکر تو؟ برو از ایشون بپرس که ما تهمت دزدی زده. چی میگی؟ راست میگی. سلام آقا رضا. سلام. غضنفر. تو چرا اشتباه کردی؟ من؟ آره این دوستای من هم تو باید آدم ها رو از صد فرسخی بشنسی دوست رو با دشمن اشتباه گرفتی؟ تو کاراگاه غضنفری باهوشی چرا اشتباه گرفتی؟ آخه میدونی من یعنی اونا من بهتره برم سر کارم همسایه ها ممکنه بگن این شبگرده کجاست بشین ببینم یه سوال دیگه تو چرا اشتباه کردی؟ بذار بره آقا رضا آدم جایز و خطاست چونم آقا نمون آدم بله آدم اشتباه میکنه اما غضنفر که آدم نیست ها تو قهرمانی آه. قهرمان قصه های منی نباید اشتباه بکنی من از طریق تو قصه هام ایدئال ها رو در رؤیاها ها میسازم متوجه شدی؟ آره چیزه من سر در نمیارم یعنی چطور بگم ببین آخه هر کسی جای من بود و میشنید همین کاری که من کردم میکرد من الان خودم توضیح میدم همه چی به چند دقیقه زمان بستگی داشت یعنی که آقا غضنفر اگه یه چند دقیقه زودتر رسیده بودن سر مأموریتشون متوجه میشدن که ما داریم در مورد کنکور حرف میزنیم نه زدن دخل مشرحمان
نه 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 اصلاً اینطور نیست. من وظیفم اینه که به همه چی شک کنم، شغلمه. کاملا درسته، یه کارگاه خوب حتی به چشاشم اعتماد نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی شما. بله ولی آقا غضنفر به گوشاش چی؟ یعنی به چیزایی که شنیدم اعتماد داره؟ بعضی وقتا آدم ها یه چیزی رو میبینن یا یه حرفی رو میشنوند واسه حکایت ها میسازن، اما اصلا نمیدون اصل قضیه چی هست. حق با آقا رحمانه. حالا بذارین من یه مثالی واسه تون بزنم. بیاین تصور کنین که از اینجا که نشستیم یه نفری رو ببینیم که توی خیابون یه دسته اسکناس تو دستش گرفته و به سرعت داره میدوه. ما چی فکر میکنیم؟ شما بگو آقا غضنفر، شما چی فکر میکنیم؟ خب تو بگو. نه تو بگو، تو گفت غضنفر. من فکر میکنم که خب پول بی زبون اون بدبخت و ورداشته و داره فرار میکنه. غضنفر خودم میگم، آخه یه سارق که مدرک جرمو دستش نمیگیره راست راست تو خیابون بدوه. من به شک میکنن که مشرما. شما چی فکر میکردی؟ والا من فکر میکنم که یه آدمی که فروش اون شبش خیلی خوب بوده حالا دخلشو برداشته با خوشحالی داره میره پیش اهل و عیالش. بله بحث جالبی. البته آقا بهروز شما نظر چیه؟ والا من فکر میکنم تونسته باباشو راضی کنه تا شریعه دانشگاهشو بده، داره میبره به دوستش نشون بده. شما؟ من هیچ فکر نمیکنم چون نمیتونم به کسی تهمت دزدی بزنم. یعنی چی؟ خودت چی آره ای؟ خودت چی فکر میکنی؟ والا منم به این فکر میکنم که دزده است، داره دخل مشرحمانه میزنه. داره در میره. دخل ما رو زد. در رفت. دخل رو زد. ایشت ایشت. سب کن سب کن. غضنفر عجب آدم ساده دلیه. عجب داره. خب آقا رئی تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که آدم اشتباه میکنه یا قهرمان؟ والا چه ارز کنم آقا رم، قهرمانم آدمه، آدمم که اشتباه میکنه.